أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله خداوند عالی اعلی را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم همه خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. سراسر زندگی ما انسان ها خسران و خطر و آسیب است. تنها نیرویی که میتواند ما را حفاظت کند تقواست، لذا مأموریم تقوا را حفظ کنیم و با تقوا خودمان را از همه خطرات نجات بدهیم. به تعبیر آقا امیرالمومنین، تقوا انسان را از همه درهای خطر میرهاند، تدافعت الابواب الى باب السلامه، و به سرمنزل مقصود میرساند. امید است که هممان به این سفارش خداوند پیامبر و ائمه معصومین دقت و توجه کامل داشته باشیم. خطبه اولمان موضوع هفته های قبل بحث بهشت و درهای بهشت را دنبال میکنیم. با نگاه مسائل اجتماعی و اخلاقی در خطبه دوم دو سه مناسبت است که با اونها باید بپردازم. یکی تخریب مسجد الاقصا توسط صهیونیست ها که به همین مناسبت بحثی از مسجد خواهیم داشت و جایگاه مسجد در زندگی اجتماعی مسلمانان، مسئله روز و مسئله جدی جامعه مان که یکی از موانع در واقع مشکل و جدی برای حل مشکلات کشور است، مسئله آموزش دختران به عنوان یک راهکار، نکات را در این موضوع هم با شما نمازگزاران شریک میکنم. و مسئله بعدی امروز روز هشتم ماه صفر است، مناسبت تاریخی داره. با استفاده از هر دو بحثی که مطرح میکنم، بحث مسجد و بحث آگاهی، یک جریان را که در شام اتفاق افتاد در مسجد اموی با عنوان یک تاریخ زنده و آموزنده انشاءالله اونم در مباحث خطبه دوم مطرح خواهیم کرد.
اما بحث خطبه اول، همه ما مسلمان ها حتی پیروان ادیان آسمانی یقین به بهشت دارن. شاید هیچ کسی را شما در دنیا پیدا نکنین که عبادت خدا کند و دنبال بهشت نباشد. هر کس اگر دنبال عبادت است، هدف اصلیش این است که در عالم آخرت و بعد از مرگ به بهشت برسد. و در روایاتم همین موضوع به وضوح و به صراحت مطرح است که اگر انسان بمیره و به بهشت را پیدا نکند، این انسان خسارت کرده و ضرر کرده. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، قیمت جان انسان ها جز بهشت نیست. فلا تبیعوها الا بها. بهشت چیست؟ طبعا بر اساس بیان قرآن و روایات، خداوند از بندگان گوش به فرمانش بعد از مرگ پذیرایی میکنه. سختی ها را در دنیا تحمل کردن، شرایط رعایت کردن، پایداری کردن، پرواپیشگی کردن. همونطوری که یک انسان وقتی در یک مسیر مقاومت میکنه و پیروز میشه، او را تشویق میکنن و از او تجلیل میکنن، خداوند از بندگانش در عالم بقا، در عالمی که پایدار است، نه عالم مثل عالمی که ما زندگی میکنیم، عالم فناست، لحظه به لحظه تغییرات در جسم ما، در نیروی ما، در زندگی ما پدید می آید، در اون عالم خداوند از بندگانش با انواع امکانات پذیرایی می کند. مسائل غذایی، مسائل آرامش، مسائل جنسی، روابط حسنه. بهش به یک معنا یک محل امن و آرام بدون خطر زوال و ناپایداری است. خب ما نتیجه عبادتمان و باورمان باید همین باشه. دو سه تا نکته درباره بهشت عرض میکنم و راه رسیدن به بهشت را از منظر قرآن و روایات تحت عنوان درهای بهشت که شروع کردیم در این بحث با تحلیل ارائه کنم. یکی از ویژگی های بهشت این است که نکته خیلی مهم است. خب در بهشت دیگه تضاد نیست. در بهشت کسی در مقابل کسی قرار نمیگیره، درگیری نیست. کس را محروم کردن در بهشت مطرح نیست. هر کسی در بهشت را پیدا کرد، از نظر برخورد، از نظر توافق، از نظر پذیرش و تأمل، همه بهشتیان با او هم فکرن. این یکی از ویژگی های بهشت است. و دومین ویژگی بهشت این است که خطر نابودی نداره. ما یکی از مشکلات ما اینه که هرچی در دنیا داریم احتمال میدیم از ما گرفته بشه و یقینا هم گرفته میشه. بحث بیمه و بحث آینده نگری و پسنداز و روابط در چندین خلاصه لایه به خاطر این است که خطرهای زیاد ما را تهدید میکنه. در بهشت حرفا نیست. هر که در بهشت را پیدا کرد برای همیشه اونجا هست، ابدیست. بهشتیان چه در لحظه ورود چه در ادامه. بعض وقتا ما اول با یک کسی رفیق میشیم، ازدواج میکنن افراد، خب اخلاقشان با هم دیگه جوره، بعدها تضادها شروع میشه. شریک میشیم، اولش با هم دیگه رفیقیم، بعد منافع میآید، ما را در مقابل هم قرار میده.
حکومت ها اول شروع میشه با تشکیلات، بعدها در ادامه حکومت درگیری ها شروع میشه. بهشتیان نه در ورود با هم درگیرن و نه در ادامه کار. چرا؟ چون لحظه ورود با یک شاخصه، با یک در واقع میزان وارد میشن. اون میزان باعث میشود به همدیگه هیچ برخورد تنش درگیری نداشته باشن. در ادامه هم هیچ وقت با هم درگیر نمیشن، به خاطر این که منافع کسی در خطر نیست. من جالب است که این را با یک روایت خدمت شما عرض بکنم. اگر تمام ساکنان زمین و آسمان مهمان یک بهشتی بشوند، همه را پذیرایی بکنه، چیزی از امکانات اون انسان بهشتی کم نمیشه. خب یک همچی جای دیگه درگیری نداره. در سوره مبارکه انسان، هل اتا علی الانسان حین من الدهر، 76 سوره قرآن در آیه 20 میفرماید و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. وقتی تو جایگاه یک بهشتی را میبینی، و اذا رأیت ثم رأیت نعیما، نعمت میبینی، و ملکا کبیرا، یک حکومت بزرگ. بهشت یک همچه جاییست. و جالب است در روایات داریم بهشت با این همه عظمتی که داره، در هر جمعه هر کس اهل بهشت است، هر چی دارد 70 برابر می شود. یعنی بهشتیان با اون امکانات کلانی که دارن، در جمعه امکاناتشان 70 برابر می شود. و یکی از ویژگی های بهشت اینه که خب ما یک مقدار غذا زیادتر بخوریم، معده ما اذیت میشه، نمیشه؟ گرما ما را اذیت میکنه، سرما ما را اذیت میکنه. بهشت دیگه یه حرفا نداره. شاید اگر روایات بخوانیم بالاتر از اینها مطالبیست. حتی امکانات بهشتی با انسان حرف میزنه. شما یک میوه را در بهشت وقتی استفاده میکنین، از یک درخت هر دانه میوه طعم جدید داره. یعنی واقعا اینا در آیات قرآن، در روایات مطرح است. خب ما اگر قرار است از یک چنین امکانات بهره‌مند شویم، باید چه کار بکنیم؟ کدام در ما را به اینجا میرساند؟ اینجا باید راهش پیدا بکنیم. در همین زندگی دنیایی من چند تا روایت بعد از این خلاصه تحلیل یا صحبتی که کردم خدمت شما میخوانم و ترجمه میکنم. یقین دارم خیلی بحث ما را نزدیک میکنه. آقا رسول الله فرمودن، روایات از ائمه معصومین از پیامبر بزرگوار اسلام است، اول من اول اهل الجنت دخولن الى اهل الجنه اهل المعروف. نخستین گروه هایی که وارد بهشت میشوند، پیغمبر فرمودن، نیکوکارانند. ما اگر در زندگیمان واقعا نیکوکار باشیم، خودمان کار خیر رهبری کنیم، منتظر دیگران نباشیم، منتظر فشار و خدمت شما عرض بشه که سختگیری ها نباشیم، خودمان اهل معروف باشیم. معروف یعنی کارهای خیر. اولین گروه هایی که داخل بهشت میشه اینا هستن. جای دیگه فرمودن سادات و اهل الجنه الاتقیا و الابرار، سروران اهل بهشت تقوا پیشگان و نیکوکاران هم. خب یک آدم با تقوا به شکل طبیعی بر اساس آموزه‌های قرآن مسیرش منتهی میشه به بهشت.
درسته قرآن میفرماید ان الابرار لفی نعیم، نیکوکاران در نعمت است. به شکل طبیعی اگر ما اهل بر باشیم، اهل زیبایی باشیم، اهل واقعا خدمت به انسانهای نیازمند باشیم، مسیر ما مسیر بهشته. خود این زمینه های بهشته برای ما فراهم میکنه، اون میوه های اونطوری و امنیت. شما ببینید در تحولات اجتماعی در همین کشور خودمان تحلیل کنیم، خب ما شاهد خیلی از تحولات بودیم و هستیم. الان هم همه باید بدانن، اونایی که در رأس و خلاصه در جایگاه های بالا قرار دارن، همه اینها در تحول است. کسانی که از نظر اجتماعی در طول زندگیشان اهل خوبی بودن، اهل گذشت بودن، اهل خدمت بودن، اینها در هر تحول از آرامش برخوردارن. یک کسی ما را اذیت میکنه و ما به احترامی میکنه، وقتی ما با او خوبی میکنیم ما در آرامشیم. مالک اشتر از مسیر میرفت، کسی با این شخصیت که از جهات مختلف استثنایی بود، از شجاعت، از نظامیگری، از درایت بالا برخوردار بود، معتمد آقا امیرالمومنین بود، آب دهان بر روی خلاصه صورتش یا به سمتش انداخت. بعد همسایه های مغازه و دکان گفتن فهمیدی به کی به احترام را کرده؟ گفت کی بود؟ گفت این مالک اشتر، شخصیتی مورد اعتماد علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی ترسید، از محل کارش حرکت کرد برای عذرخواهی، رفت و دنبال کرد، دید مالک داخل یک مسجدی برای نماز خواندن، وارد شد و دو رکعت نماز خواند. یه آدمی هم که به احترام کرده بود، خیلی با خلاصه ضعف و ترس و خدمت شوش نگرانی کنارش نشست، نمازش تمام شد. گفت کی هستی؟ گفت من همون کسی هستم که آب دهان به صورت شما انداختم یا به سمت شما انداختم. برای چی آمدی؟ گفت که آمدم عذرخواهی بکنم که من شما را نشناختم. مالک اشتر فرمود که من کار نداشتم اینجا، دیدم تو بی احترامی کردی، آمدم نماز بخونم برات، دعا بکنم که متخلق بشی، مؤدب بشی. یک همچی انسانی عالم آخرتش، امکاناتش خیلی متفاوته با اون انسانی که دنبال کینه است. متاسفانه جامعه اسلامی خیلی به مشکل دارن زندگی میکنن. بهشت در چی دنبال میکنن؟ این سختگیری ها بهشت ساز نیست. بهشت راه داره. پیامبر فرمود که سادات و اهل الجنه المخلصون، خوبان بهشت انسانهای مخلصه. مخلص یعنی کسی که کار که انجام میده دنبال این نیست که دیگر را بفهمن، تا زن نفهمن بیشتر لذت میبره. مسجد میسازه نمیخواد کسی بفهمه، فقیر کمک میکنه نمیخواد دیگر را بفهمه، پول خرج میکنه دوست نداره دیگر را بفهمه، میگه خدا میفهمه کافیست. آقای امام زین العابدین همطوری با کسی میرفت، دست خودشان حضرت بوسیدن، نفر تعجب کرد گفت آقا دست خودتان بوسیدین؟ حضرت فرمود که با این دستم به فقیر کمک کردم و قرآن میفرماد ان الله یأخذ الصدقات، صدقه را خدا میگیره، گرچه صدقه را ما میدیم به فقیر. حضرت فرمود چون این دست من توفیق پیدا کرد که به فقیر کمک بکنم، بر اصل آیه قرآن این دست خدا خلاصه در واقع پذیرفته. حالا به این معنی نیست که خدا جسم باشه، شده خدا در قرآن میفرماید کسایی که با پیغمبر بیعت کردن با خدا دست دادن، ید الله مع الجماعه. آخه بعضی اینقدر نادانه تا یه حرفا رو میزنی میگه قرآن خلاصه شما شرک میگیم، مجبوریم اینا رو بالاخره طوری صحبت بکنیم که هیچ راهی نمانه. حضرت فرمود دست من به فقیر کمک کرده، در واقع کمک به فقیر یعنی دست انسان به دست خدا رسیده، لذا دستم رو بوسیدم. پیامبر فرمود که سادات و اهل الجنت الاسخیا، بزرگان به بهشت سخاوتمندان هم.
یکی از برنامه های روز جمعه نماز جمعه آمدن است. درسته قرآن نماز جمعه را خیلی با عظمت معرفی کرده، یک بخشش آمدن خطبه شنیدن و خطبه خواندن، اما یک بخش دیگرش خلاصه مدیریت خانواده است. در روایات داریم پیغمبر فرمود روز جمعه به خانواده هاتون خیلی محبت کنید. اساسا فامیل خانواده باید بفهمه روز جمعه با روزهای دیگه فرق داره. حضرت فرمود امکانات بیشتر، میوه، گوشتی، خلاصه خوشی فراهم کنید تا فرزندان شما با آمدن جمعه یک گشایشی ببینن. یکی از چیزایی که واقعا انسان بهشتی میکنه محبت به خانواده است. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود یا علی خدمت العیال، کار کردن به خانه، محبت به زن و فرزند، کفاره للکبائر، کفاره گناهان کبیره است. نفر آمد پیش پیغمبر، دخترش زنده به گور کرده بود، اعتراف کرد. پیغمبر وقتی او اعتراف کرد راهنمایی خواست، فرمود که مادر داری؟ گفت نه، مادرم مرده. حضرت فرمود خاله داری؟ گفت بله. فرمود برو خدمت خالته بکن، این کاری که تو کردی هیچ راه نداره مگر خدمت مادر و خاله. پیغمبر فرمود یا علی خدمت به خانواده یطفی غضب الرب، اطفائیه جایی که آتش میگیرن میاین خاموش میکنن. فرمود خدمت به خانواده غضب خدا را خاموش میکنن. و مهور و هور العین، خب میدونین یکی از امکانات بهشت اینه که به بهشتی ها هوریه میدن. حضرت فرمود به خانمت، به خانوادت خدمت بکن، مهریه هور العین خدمت به همسره. باید از مسیری که معرفی شده حرکت کنیم. و یزید فی الحسنات و الدرجات، حالا انشالله فرصت ایجاب نمیکنه، ممکن مجبورم در هفته‌های بعد صحبت بکنم. اهل بیت فرمودن اصل بهشت مهم نیست، دنبال درجات بالای بهشت باشیم. آقا رسول الله فرمود که این خدمت به خانواده درجات انسان را در بهشت بالا میبره. بعد پیغمبر به حضرت علی قانون فرمودن، فرمودن خدمت خانواده را نمیکنه مگر صدیق یا شهید. میگه میشه آدم یک عمر با همسرش کنار نیایه، خانهش امن نباشه، بعد امنیت بهشت انتظار داشته باشه؟ بعضی ها با سختگیری دنبال بهشتن، یا اصلا در تضاد ده. اگرچه وقت کم است، پیغمبر در تشییع جنازه سعد بن معاذ شرکت که کردن، تاریخ نوشته، همه جوانان میتونن اهل مطالعه برن این تاریخ پیدا کنن، پیغمبر پا برهنه شرکت کردن، اما من به سر مبارک نگذاشتم. میدونین خودش خلاصه به جنازه سعد نماز خوان، مادر سعد هم بود، خود پیغمبر با دستای خودش کفن کرد، دفن کرد. رجع رسول الله و رجع الناس، جنازه تمام شد، پیغمبرم برگشت، مردمم برگشتن. مردم هیچ وقت این طوری تشییع جنازه از پیغمبر ندیده بودن. فقالوا یا رسول الله، گفتن پیامبر لقد رأینا صنعت علی سعد ما لم تصنع علی احد. فگفتن که شما با جنازه سعد طوری برخورد کردین که با هیچ جنازه اینطوری برخورد نکردین. اینک تبعت جنازته بلا رداء ولا حذاء، بدون عبا، بدون کفش، با برهنه پیغمبر رفته بوده جنازه را تشییع کردین. فقال، پیغمبر فرمود بله، ان الملائکه کانت بلا حذاء ولا رداء، ملائکه ها بی لباس و بی کفش، ملائکه به شکلی خلاصه مختلف در میه، اونجا به شکل انسان آمده بودن. حضرت فرمود ملائکه ها بدون عبا و بدون کفش بودن. فتعصیتو بگیم، منم به اونا تعصی کردم.
و کنت تأخذه یمین السریر مرتن و یسیر یسره سریر. یک دفعه طرف راست جنازه رو میگرفتی یا رسول الله، بعد میمونی طرف چپ جنازه رو میگرفتی. از وقت فرمود ملائکه آب سمت راست میرفتم، منم میرفتم سمت راست، اونا میمودن سمت چپ، منم میرفتم سمت چپ. قال کاند یدی فی ید جبرئیل، دست من به دست جبرئیل بود. آخذ حیث ما اخذ، فقال امرت به غسله و سلیت علی جنازته و لهته. یا رسول الله، خودت غسل دادی، خودت جنازه را نماز خواندی، خودت بلعت گذاشتی. ثم قال ان سعدا قد اصابته ذمه. بعد فرمودی که قبر داره سعد را میفشاره. با این همه احترامی که شما کردین، که مادرش هم خلاصه از بس این صحنه را دید خوشش آمد، گفت بهشت گوارایت باد. یا رسول الله چطوری فرمودین فشار داره میتر قبر سعده؟ پیغمبر فرمود نعم بله، انه کان فی خلقه مع اهله سو، با همه خوبیایی که داشت در خانه بد اخلاق بود، بهانه گیری میکرد. دوستان، اونایی که مسئولیت به اصطلاح اجتماعی داریم، کارهای دینی را دنبال میکنیم، اسلام یک دین سهله است، یک دینی زیباست. پیغمبر فرمود در سوره ناس چی میخوانیم؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. پیغمبر فرمود شر الناس یعنی بدترین آدم، المزیق و علا اهلی، او کسیه که به خانوادش سختگیری میکنه، المزیق. بابا خانه اگر آرامش نبود دیگه بچه که اونجا احساس آرامش نکنه تربیت نمیشه، دختر که احساس آرامش نکنه تربیت نمیشه. در کشوری که مردم احساس آرامش نکنن بهشتی نمیشن. باید احساس آرامش کنیم. بعد از پیغمبر سوال کردن دیگه بیان از این بالاتر نمیشه، گفتن یا رسول الله سختگیر کیه؟ قالو یا رسول الله و کیف یکون زیقا یا زیقا، چگونه آدم در خانه سختگیر میشه؟ الا اهله. قال الرجل، پیغمبر فرمود سختگیر کسیه که وقتی مرد از بیرون خانه میایه خشعت امرأتو و هربت ولدو، تا وارد خانه میشه زن اصابی میترسه، فرزند فرار میکنه. بعضی وقتا دیدین خانواده ها منتظرن که این پدر از خانه بره بیرون، ما یک کمی نفس بکشیم. و فر فاذا خرج زهقت امرأتو، وقتی این مرد از خانه میره بیرون، حالا سر کار میره یا مسافرت میره، زن احساس آرامش میکنه، زهقت امرأتو. حضرت فرمودی آدم آدم سختگیریه. خیلی از سختگیری ها باور کنین مدرک نداره، اساس نداره. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم دعوت کنیم نه با زبان، به همه گیر دادن. حالا صحبت میکنم باید مسجدهای ما مملوع از جمعیت باشه، راهش پیدا کنیم این مردم چطوری مسجد میاین، این همه جوانه که مسجد دعوت کرده. یک راهی داره مدینه، جوانا پیغمبر استقبال کردن، طلعت بدر علینا، تا پیغمبر آمد گفتن خورشید در سرزمین ما تابیده طلوع کرده، وجب شکر علینا، گفت ما باید خدا را سپاس بکنیم. چرا؟ چون جوانای مدینه زمینه حکومت اسلامی را فراهم کردن، باید ما طوری تبلیغ بکنیم، طوری خلاصه بیان داشته باشیم که دلها را تسخیر بکنیم. قرار بر این نیست که جوانان ما برای امنیت فرار کنن برن اروپا. چرا این طرف نمی آین؟ باید با
بزرگان، مسئولین، زعمای کشورهای اسلامی، رئیس جمهورها، اینا فکر کنن چی شده؟ مشکل کجاست؟ اسلام که عیب نداره. چطوری در اربعین اروپایی میایه حیران میمانه، آمریکایی وقتی صحنه اربعین میبینه میگه این محبت رو من در آمریکا ندیدم. وقتی میبینه میلیون آدم در مسیر پیاده روی میره همه محبت است. اسلام و این حقیقت را داره به نمایش میگذاره. صادات و اهل الجنت الاسخیا، خدایا ما را با قرآن بیش از پیش آشنا بگردان، فرج آقای ما و مولای ما برسان، امنیت و آرامش و اقتدار بیش از پیش نصیب جوامع اسلامی، جامعه و کشور ما بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. مطلب اول در 11 اوگست که مصادف است با آتش کشیدن مسجد الاقصا توسط صهیونیستا، بحث تکریم و تجلیل از مسجد معمولا مطرح میشه. ما هم به همین مناسبت و در واقع به احترام مسجد الاقصا که قبله اول مسلمان ها بوده و محل استجابت دعاست و نمیتواند مسلمانی مسجد الاقصا را نادیده بگیرد، بحث مسجد به شکل یک در واقع راه عزت، بیداری و هوشیاری جهان اسلام مطرح میکنیم. کلمه مسجد 29 بار در قرآن مطرح است و در بیشتر موارد که بحث مسجد مطرح است، مسجد الحرام مد نظر است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدی للعالمین. نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شد خانه است که در مکه است، مایه برکت و هدایت برای جهانیان است. دقت کنید، به بکته، از این عبارت بکه یعنی مکه، مبارکن با برکت و هدن للعالمین. این خانه وسیله هدایت جهانیان است. مسجد در واقع
انسان را به یاد بندگی می اندازه. خیلی باید نسبت به مسجدامون جدی باشیم. متاسفانه واقعا اون گونه ای که باید مساجد مد نظر باشه نیست. نه الحمدلله ما شاهد مساجد آباد و در واقع محوری و اثرگذار هم هستیم. چرا؟ چون در مسجد بهترین رابطه با خدا برگزار میشه. اوج بندگی انسان نماز است. دوستان عزیز، مهمانای نماز جمعه، سوره 23 قرآن سوره مؤمنون است. خدا در آغاز سوره مؤمنون میفرماید قد افلح المؤمنون. 100% مؤمنان رستگارند. بعد اولین علامت که میده الذين هم في صلاتهم خاشعون، اونهایی که در نمازشان با خشوع هستند. نماز باید جدی بگیریم. در نماز ما برنامه‌های زیادی داریم. اوج نماز سجده است. از سجود منتهى العباده من بني آدم، آخرین مرحله عبادت انسان سجده است. نماز انسان را به معراج میبرد و این برنامه مقدس بهترین جایش مسجده. لذا پیامبر وقتی از مکه مهاجر شد به سمت مدینه آمد، قبل از اون که به مدینه برسد، حاجی ها میدانم به دهکده قبا که رسید، فوراً دستور داد مسجد بسازن تا بشریت را راهنمایی کنن. هنوز به مقصد نرسیده بود. مسجد قبا ساخته شد بعد از اونی که پیغمبر به مدینه هم رفت، هفته یک روز برمیگشت میامد در اون مسجد تازه تأسیسشان نماز میخوندم. روایاتی که سبب نماز مسجد قبا هست فراوان است. مسجد در کنار عبادت محل برنامه ریزی است. این نکته مد نظرم است. متاسفانه خیلی وقت مسجدهای مسلمان ها از این خراسه مسیر فاصله گرفتن. یکی از دستورات قرآن اینه که واعتصموا بحبل الله، بر ریسمان الهی چنگ بزنین. در مسجد باید همه برنامه ها مدیریت بشه. قرار نیست ما روز سه بار فقط بیاییم مسجد یه نماز بخوانیم و بریم. باید خیلی برنامه در مسجد باشه. مسائل اجتماعی، مسائل خلاصه تصمیم گیری، برنامه ریزی های کلام، باید فضا دلبر و پاک و خلاصه با جاذبه باشه و ما اونجا که میریم همه برنامه ها را به خوبی اونجا مدیریت کنیم. مکان تعلیم، مکان تربیت، مکان تصمیم گیری. پیامبر اینطوری بود. مسجدهایی که ساخته میشد یک سنگر شکست ناپذیر برای اون جامعه فراهم میشد. پیشینه تاریخی مسجدسازی متفاوت است با کلیسا، با معابدی که غیر مسلمان ها دارن. اونجا فقط در معابد فقط عبادت به شکل خاص است، اما در مسجد تصمیم گیری هاست. اساسا حج یک جنبش عبادت است، جنبه های اجتماعیش بالاتره. در مکه شما میرین شیطان رجم میکنین. در مکه بحث قربانی است. مسجد این ظرفیت ها را داره. به همین دلیل است که باید نحوه تعامل ما با مسجد باید مدیریت شود. خداوند در قرآن می فرماید حواسا جمع. امروز یک عده فکر میکنن مسجد ساختن یعنی ساختمان ساختن. نمیگم ساختمان مسجد ثواب نداره. من گاهی به دوستانی که دنبال کار مساجد هستن عرض میکنم 10% کار ساختن مسجده. خیلی خوشبینانه و خلاصه دست بالا برخورد کنیم 20% کار، 80%ش بعد رفتن و استفاده کردن و مدیریت و روحانی قوی و دلسوز و آگاه در رأس کار قرار گرفتن.
حمایت جوانان، خانواده ها از برنامه های مسجد و اصلاحات. خدا در قرآن می فرماید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدین. چاره ای ندارم، مجبورم ترجمه کنم. سوره مبارکه توبه آیه 18، جز این نیست که مساجد خدا را آن کسی آباد می کند که به خدا و روز واپسین ایمان داشته باشد. دو، نماز بگذارد، خودش میه نمازم بخونه، زکات بپردازد، اهل زندگی پاکست، جز از خدا نترسد. نمیشه بریم مسجد تعریف نادانا و نااعلا را بکنیم. اگر اینطوری بود این آدم به تعبیر خداوند هدایت میشه. یک کسی از پیغمبر سوال کرد، آدم معمولی هم نبود، جناب ابوذر سوال کرد یا رسول الله این آیه میفرماد مسجدهای خدا را این آدم ها آباد میکنن. سوال این بود که آباد کردن مسجد چگونه است. سائل ابوذر، سأله ابوذر عن کیفیت امارت المساجد. پیغمبر فرمود که وقتی داخل مسجد میایین حرفای که ربط به پیشرفت اسلام و بیداری و عظمت و آگاهی مسلمان ها ندارن، سرصدا و بی‌نظمی نباشه. بعض وقتا از بابی که دوستان تشویق بشن، این خواهرها که الحمدلله به اندازه برادرها یا در همین حدود، خب مصلای پایین هم متاسفانه شرایط فراهم نشد که مصلای یک دست بشه، خب پایین خواهرها هستن. بعضی‌ها میگن یک ساعت که خطبه خوانده میشه صدای شنیده نمیشه. خب ابوذر از پیغمبر سوال کرد که مسجد چجور آباد میشه. فرمود لا ترفع فی الاصوات، صدا بلند نیست، همه گوشن برای شنیدن. لا یخاض فیها بالباطل، سخنان و کارهای نادرست در مسجد نباید گفته بشه، و الا مسجد ضرار میشه که برای نفاق بنیان گذاری شده. باید مساجد آباد کرد. آباد کردن فیزیکی مسجد هم کار بزرگی است. پیغمبر فرمود، امام صادق فرمود من بنا مسجدم، کسی که مسجد را آباد کنه، یک مسجد، نگفت چند متر، چقدر مساحت، بنا الله له بیتا فی الجنه، خدا در بهشت برای او خانه می سازه. هم باید ساخت هم باید مدیریت کرد. یکی از مسائل مهم امروز ما مسئله مساجد است. نباید تکیه خانه باعث شود ما به مسجد توجه نکنیم. نمازی که در مسجد و ثوابی که در خواندن نماز در مسجد است در تکیه خانه نیست. اهمیت تکیه خانه از جهت دیگر است. خواهری که نمیتواند در ایام مریضی در مجالس امام حسین شرکت بکنه، تکیه خانه برای او زمینه است. اما مسجد جای خود داره. یک وقت به این فکر نیفتیم که خلاصه تکیه در کنار مسجد و در مقابل مسجد است. نه، تکیه در ادامه مسجد است. مسئله دوم، مسئله تحصیل و تعلیم دختران در افغانستان است. و من به عنوان مسئولیت، به عنوان وظیفه، گرچه مکرر این صحبت من در نماز جمعه مطرح کردم و میدانم الحمدلله هم رسانه ملی بلخ صحبت هایی که در نماز جمعه میشه مقداری و در حدی که امکاناتشان هست پوشش میدن و همینطور خلاصه سایر رسانه ها، و باز هم به عنوان یک خدمت برای جامعه اسلامی و کشور و ملت افغانستان که همیشه در طول سالیان از سنگر نماز جمعه بدون هیچ واهمه‌ای
اون چی رو که به نفع کشور و اسلام و مملکت بوده دنبال کردیم و دنبال خواهیم کرد. یکی از موضوعاتی که باعث مشکل شده و کشورهای جهان امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته واقعیت قضیه این است که مسئله تعلیم دختراست از صنف 6 به بالا. خبر خوشی را که رصد میکنیم و دریافت کردیم، لطف الله خیرخواه معاون علمی وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی در نشست خبری مطرح کرده که کمیته در حال بررسی بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها برای دختران تشکیل شده. یک کمیته، همطوری که کمیته غصب اراضی است، کمیته های مختلف است، یک کمیته هم برای بررسی وضعیت تحصیلات و انتنا و مکاتب تشکیل شده. ما از این خبر استقبال میکنیم و ما متأثریم که چرا امارت اسلامی خلاصه به جامعه جهانی شناخته نشود. اما بارها گفتیم، حالا هم میگیم، مسجد جای تعارف نیست، جای ترس نیست. ما باید زمینه های پیشرفت فراهم کنیم. ببینیم کار به این مسائل نداریم. الان یک بهانه شده، یک فتنه شده. واقعا وضعیت دلخراش است. خروج بی حساب و کتاب مردم از مملکت، خب خیلی وقتا ما خودمان بارها گفتیم به خانواده ها بمانیم، به ما مراجعه میکنن میگن آقا دخترامان بی سواد میمانه. حتی من سراغ دارم دخترها به خانواده هاشون گفتن ما را اگر اجازه ندین بدون محرم حاضرین برنامه ریزی میکنیم، فرار میکنیم. خب چرا این کار را بکنیم ما؟ این دلسوزی به کشور است؟ چند تا نکته را از باب روشنی اندازی عرض میکنم. یک مسئله مهم این است که در خیلی از کشورها، در اکثر کشورها تعلیمات ابتدایی اجباری است. یعنی در کشورها دستور اینه که بچه هاتون در حدی که خواندن و نوشتن یاد بگیرن باید آموزش بدیم، چون نمیتونن زندگی کنن بدون خواندن و نوشتن. یه سواد معمولی نباشه آدم نمیتونه زندگی بکنه این روز. و ما میخوایم زندگی کنیم. میشه بدون سواد زندگی کرد؟ مسئله دوم، خب مریضی جزء عوارض لاینفک حیات انسان است. مگر ما در طول زندگی ما مریض نشدیم؟ شما نشدیم؟ زنها مریض نمیشن؟ خب فردا اینا رو کی درمان کنن؟ آیا ولادت ها یک قضیه ساده است؟ نیاز نداره یک خانواده، یک خانم وقتی زایمان میکنه، ولادت میکنه، یک کسی او را کمک بکنه؟ درسته در بعض شرایط مرد به زن میتوانه مداوا بکنه، اما نه در شرایط عادی. آیا غیرت اسلامی، اخلاق اسلامی ایجاب میکنه ما این زمینه را نادیده بگیریم؟ مسئله امنیت، مسئله جرم یک چیزی مهم است. امروز ما شاهدیم بخشی از جرم ها توسط زن ها به وجود می آید. خب این مجرمان را باید یک افرادی که از نسل خودشان، از جنس خودشان است، اینا را پیگیری کنند. حالا اگر یک زنی جرم مرتکب میشه، اگر ما یک نیرویی که بتواند او را مدیریت بکنه نداشته باشیم، جلوی این جرما را کی میتونه بگیره؟ اینا واقعیت هاست. و من به عنوان یک کسی که عمری در مسائل آموزشی کار کردم، دنیا به این نتیجه رسیده بعضی از بخشای آموزشی را باید زنها انجام بدن. برای پیشرفت ضرورت است.
صنفای اول ما نه الان در حکومت گذشته در دموکراسی که واقعا علیهش موضع می گرفتیم و جهاد می کردیم، همینجا صحبت ها داریم، اسنادش موجوده، در پوانتونا صحبت کردیم، صنفای مشترک زیر سوال بردیم. اما واقعیت اینه که صنف اول را خواهرها و خانوما بهتر مدیریت میکنن، اون محبت مادری را اونا دارن. نمیشه یک خواهر شش صنف خوانده بتونه تدریس بکنه. تدریس پایه های اول سخت‌تر است. ما باید بنیاد یک زندگی پیشرفته را در این کشور پایه‌گذاری بکنیم. این فرصت ها را غنیمت بشماریم. من عرض کردم باید مسئولین کارهای اساسی و بنیادی بکنن. بعضی از حرکات قابل ستایش است، اما بعضی از مشکلات باید خودمان مدیریت کنیم. بر این اساس ما امیدواریم این کمیته‌ای که حرف و صحبت از او مطرح است باعث یک نشاط و امیدواری در کشور و در جامعه شود و این یأس و نگرانی ها تبدیل به امید و در واقع نشاط و سرزندگی شود. خب امروز روز هشتم ماه صفر و 12 روز دیگر باقی مانده به 40. من از باب اینکه این فضایی با این عظمت و با این زیبایی برای بیشتر شما نمازگزاران ببریم، در حد 3-4-5 دقیقه یه بحث تاریخی را مطرح بکنم. عرض کردم مسجد محل مهم است. وقتی اسرا را خانواده آقای امام حسین بردن شام اول ماه صفر، یعنی 8 روز قبل، خیلی اذیت کردم. شنیدیم که آقای امام سجاد هفته گذشته عرض کردم در جواب اون نفر که سوال کرد کجا به شما سخت گذشت، فرمود 7-3 مرتبه فرمودن شام شام شام. بعد آقا فرمودن 7 مصیبت در شام بر ما وارد شد که تا در کربلا وارد میشد. فرمودن ما را دست بسته در خانه یهودی ها میبردن و به اونا گفتن اینا فرزندای همون پیامبر و علیست که اجداد شما را در جنگ ها در غزوات کشتن. اونها هم با هر وسیله‌ای که داشتن به سمت ما میانداختن. خیلی مصیبت سنگین بود. بعد سر آقای امام حسین داخل مجلس یزید بردن. باور کنین یزید با چوب به لب و دندان آقای امام حسین زد. خب شهادت حضرت لقیه اتفاق افتاد شب در دل شب در دین خرابه. بعد روز جمعه بوده، تاریخ می نویسد، یزید در نماز جمعه خطیب دعوت کرد. خطیب امامت برای سخنرانی در نماز جمعه حضور پیدا کرد، شروع کرد ستایش کردن از یزید و خاندان یزید و هر چی می توانست تعریف کرد. گاهی دین به اسارت میره، مسجد به اسارت میره. من دوست دارم همه امام جمعه های کشورمان واقعا آزاد باشن، مسجد آزاد باشه. آزادی خیلی قیمت داره. جامعه ما جامعه حر باشه. امام سجاد متوجه شد این خطیب داره خیلی به مردم ضرر میزنه. از پایین منبر که به شکل یک اسیر نشسته بود فرمود ویلک ایها الخاطب، وای بر تو ای سخنران، اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، تو رضای خدا رو فروختی برای که بنده خدا از تو راضی باشه. حالا ببینید به مسجد میشه چه کار کرد. بعد فرمود که یا یزید، یزید هم نشسته بود، ایزن لی، گفت به من اجازه بدی حتی اسعد علی هذه الاعواد، من برم روی این چوبا بشینم، منبری که حق گفته نشه چوبه. فرمود که کلمات را مطرح بکنم، هم این مردم اینایی که نشستن ثواب نصیبشان بشه و هم خدا راضی باشه. حضرت فرمود رضا لله فیهن رضا، صحبتایی که میکنم خدا راضی باشه، و لها اولای الجلسا خیرون و ثواب. ما مسجد مردم دعوت میکنیم برای که با مردم خدمت بکنیم. یزید این پیشنهاده که شنید قبول نکرد. الحمدلله امیدوارم و باور کنین هیچ خستگی احساس نمیکنم. چرا؟ چون معتقدم انسان وقتی مؤثر باشه خسته نمیشه.
من بر امیدی اون روزی هستم که به زودی تمام مردم سرزمین ما بیدار بشن. دیگر فریب کسی را نخورن، فریب دشمن را نخورن. مسائل خونی، مسائل منطقه‌ای، اینا به ضرر کشور است، به ضرر ملت است. امام سجاد وقتی پیشنهاد کرد، یزید گفت نه، اجازه نمیدم. گفت دلیلش اینه که اگر بره بالای منبر پایین نمیایه، مگر این که ما و آل ابی سفیان را الا به فضیحتی مرا رسوا میکنه و فضیحت آل ابی سفیان، خاندان ابی سفیان را رسوا میکنه. خب ببینین مردم میتونه خیلی نقش داشته باشه. مردمی که پای منبر بودن، در نماز جمعه بودن، خب مردم محروم بودن. مردم گفتن نه یزید اجازه بده. چرا اجازه نمیدی؟ یزید گفت نه نمیشه. مردم گفت باید اجازه بده. امروز هم باید مردم سهم داشته باشن. مردم انسانن، اراده دارن، حق دارن، مطالبه دارن. اصرار مردم کار را رهبری کرد. یزید گفت انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، او از خانواده ایست که علم و کمال را با تمام وجود به کام جانشان استفاده کردن، یعنی او از دانش بالایی برخورد است. مردم گفت خوبه. قبول که نکرد، مردم گفت یزید معلوم میشه تو داری به ما ظلم میکنی، ما میخواییم ببینیم ای اسیری که همه لشکر و امکانات تو علیه از چی حرف برای گفتن داره. اگر جایی دیدیم کسی را اجازه صحبت دادن نمیدن، بفهمیم یک خلاصه توطئه‌ای در کار است. اونم در مسجد در ملأ عام. اصرار مردم و پیشنهاد حضرت باعث شد حضرت بره بالای منبر. تا رفت بالای منبر، گرچه خطابش، مخاطبش خلاصه امونهایی بود که در مسجد اموی سال 61 بود، اما مثل آیات قرآن صحبتش جهانی بود. فرمود ایها الناس، مردم، اوتینا ستن و فضلنا بسبع، خدا به ما خانواده 6 چیز داده و با 7 چیز ما را از بقیه فضیلت داده. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمود خدا به ما علم داده، علم یعنی آگاهی. خدا به ما حلم داده، بردباری داده. خدا به ما سخاوت داده، جوانمردی داده. جوانمردی رو همه مردم دوست داره. خدا به ما فصاحت داده، ما سخن میتوانیم برسانیم. خدا به ما شجاعت داده. و اینا چیزاییست که همه مردم عالم دوست داره. فرمود خدا محبت ما را در دل مؤمنین قرار داده، یعنی هر که مؤمن ما را دوست داره. خدا شاهده اهل بیت همه دوست دارن. اینا چیزایی نیست که مردم دنیا دوست داشته باشه. بعد فرمود ما از دیگرها 7 برتری داریم. گفت پیغمبر از ماست. امیرالمؤمنین صدیق از ماست، جعفر طیار از ماست، حمزه شیر خدا و شیر پیغمبر از ماست. فرمود که دو سفت پیغمبر حسن و حسین از ماست. در بعضی از نقلا داره آقا فرمود مهدی آخر از زمان از ماست. بعد فرمود هر که مرا میشناسه میشناسه، هر که مرا نمیشناسه من خودم معرفی میکنم. من عرفنی فقد عرفنی و من لم یعرفنی، اگر کسی من نشناسه من خودم را معرفی میکنم. انبعته به حسبی و نسبی، زیاد فرصت ندارم. حضرت الله میخواد خودش معرفی بکنه. اگر بگم من فرزند علی هستم خیلی قبول نمیکنن. فرمود مردم انا ابن مکه و منا، من فرزند مکه هستم، من فرزند منا هستم، من فرزند زمزم هستم، من فرزند صفا هستم، من فرزند کسی هستم که سنگ حجر الاسود را من حمل الرکنه به اطراف الردا. همینطور شروع کرد معرفی کردن پیغمبر. بعد معرفی کرد من فرزند علی ابن ابی طالبم، انا ابن علی المرتضی،
شروع کرد علی را معرفی کردن، فرصت نیست. بعد فرمود علی سمهم سخی، علی جوان مرد بود، علی با سخاوت بود، علی هوشیار بود، علی پیشگام بود، علی بلند همت بود. همینطوری که بالاخره آقا امیرالمومنین معرفی کرد، بعد رسید پدر بزرگوارش امام حسین معرفی کرد، انا ابن فاطمه الزهرا. بعد خودش معرفی کرد، فرمود من فرزند فاطمه زهرا هستم، فرزند سیدت النساء هستم، من فرزند خدیجه هستم. خودش خوب معرفی کرد، حالا دیگه باید پدر بزرگوارش حسین معرفی بکنه. فرمود انا ابن المقتول ظلما، من پسری کسی هستم که مظلومانه به شهادت رسید. انا ابن المجذور الرأس من القفا، من پسری کسی هستم که سرش را از پشت سر بریدم. آخی شمر وقت داخل گودال آمد، سر آقا را روی خاک، صورت آقا را گذاشت، با 12 ضربه شمشیر سر از بدن جدا کرد. فرمود من پسر کسی هستم که تشنه به شهادت رسید، من پسر کسی هستم که بدنش کربلاست، سرش اینجاست. دید مجلس عوض شد، شروع کردن مردم به زجه زدن. ببینین خیلی باید جامعه بیدار باشه. یزید دستور داد، یزید هر کاری کرد، امام ساکت نشد، مردم علاقه داشتن آقا صحبت کنه. مردم میگفتن آقا بیشتر بفرما، همه شده بودن هوش گوش. یزید برای آن که صدای حسین زین العابدین سفیر و یادگار ابی عبدالله را خاموش بکنه، به مؤذن گفت مؤذن شروع کن به اذان گفتن، با اذان صدا را خاموش بکنه. تا مؤذن شروع کرد الله اکبر، زین العابدین ساکت شد. الله اکبر را که گفته شد، امام فرمود لا شیء اکبر من الله، هیچ چیز از خدا بالاتر و بزرگتر نیست. تا مؤذن گفت اشهد ان لا اله الا الله، امام سجاد فرمود مو پوست گوشت خونم به یگانگی خدا شهادت میدهد. مؤذن تا رسید اشهد ان محمدا، دقت کنید، تا اسم پیغمبر رو گرفت مؤذن، آقا فرمود مؤذن به حرمت اون پیامبری که نامش بردی ساکت باش. مؤذن ساکت شد، رو منبر به یزید گفت یزید، یا یزید، این پیامبری که نامش برده شد آیا جد توس یا جد من؟ هازا جدی ام جده؟ اگر بگی جد تو هست خب معلومه دروغ میگی، مردم میفهمیدن یزید پسر کیه، جدش کیه. یزید ابن معاویه، معاویه ابن ابی سفیان، گفت اگر جد من است که در روی زمین کسی پیدا نمیشه که جدش پیغمبر اسلام باشه غیر از من. فرمود پس چرا حسینش کشتی؟ چرا اهل بیتش اسیر کردی؟ این گونه مدیریت کرد، این گونه شام را تسخیر کرد. خدایا همه ما را با حقیقت اسلام آشنا بگردان، فرج آخرین ذخیرت برسان، امنیت کامل نصیب کشور ما بگردان، خواهران و برادران که با حضورشان نماز جمعه را یاری میکنند، خدایا عزت دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. السلام علیکم و رحمت الله.